بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین بینندگان عزیز تلویزیون نور السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الله مطال سپاس گذارم که توفیقش نصیبم شد و به خدمت شما عزیزان آمده برنامه از سلسله برنامه های پاسخ نور را انشالله امروز به خدمت شما به پیش میبرم و امیدوار هستم که شما این برنامه را با سوالاتتان با گفتنی خود گرم بسازین و ما همراهی بکنین تا آخر برنامه اما اون که به خدمت شما انتخاب کردم و شما میتونه که در محورش هم دیدگاه خود داشته باشین نظریات خود داشته باشین سوالات خود داشته باشین بحث روی شناخت خصوصیات نظام اجتماعی اسلام است یا به تعبیر دیگر اگر ما بیم تعبیر دیگر بگیریمش یک جامعه اسلامی که اسلام میخواد وجود داشته باشد دارای چه مواصفات باشد دارای چه خصوصیات باشد روی این موضوع انشاء بحث میکنیم و این موضوع خیلی مهم است که مسلمان درک بکنه که جامعه اسلامی یعنی چی چه ویژگی داشته باشه یا اسلام که تاکید میکنه از روی نظام اجتماعی یا نظام اجتماعی که وجود داشته باشد تحقق پیدا بکنه دارای چه ویژگی باشد چه خصوصیات داشته باشد که تا او خصوصیات یا ویژگی نقطه فرق باشد نقطه افتراق باشد نقطه تمیز باشد بین جامعه اسلامی و جامعه غیر اسلامی نظام هایی که دیگران میخواهند و نظامی که اسلام میخواهد با درکی ویژگی ها میشد ما قضاوت بکنیم که جامعه اسلامی چیست و چیز مواصفات داشته باشه و غیر اسلامیش وسیله برای تفکیک و, و بازشناسی دو جامعه همیشه هم اسلامی هم غیر اسلامی به خاطر بحث بسیار مهم است و به خاطر مهم است که ما وقتی که میخوایم که دارای نظام اسلامی باشیم جامعه اسلامی داشته باشیم و نظام اجتماع اسلام در او تحقق پیدا بکند و همیز که باید داشته باشم ما یک نظام سیاسی داریم که در جامعه اسلامی نظام سیاسی حاکمیت داشته باشه ساختار سیاسی وجود داشته باشه تشکیلات سیاسی وجود داشته باشه بد نظام اقتصادی داریم که در دا جامعه اسلامی نظام اقتصادی درست باشه و افقا موزه های دینی باشد نظام اقتصادی ما در بخش های مختلف چه بخش تصمیم گیری چه بخش تیوری یا نظریه دادن و اساسگذاری بنیادهای اقتصادی راه های درامت راه های مصرف و اوایدی که انسان به دست می آورد از راههایی که به دست می آورد همه و گونه باشد که در تضاد با اساسات دین ما قرار نداشته باشد در خصوص اون موضوعاتی که اسلام در بخش دیدگاهی داشته است نظر نظری گفته است اما بحثای که اسلام آزاد گذاشته است چه در بخش نظام سیاسی باشد چه در بخش اقتصادی باشد اونجا در واقع اختیار به دست خود انسان ها قرار میگیره که با اقلانیتشون بند او عرصه ها و زمینه ها طرح را بسنجن نظری داشته باشند، مقرره را طرح بکنن تا در پرته و از او نظام خود را و پیش ببرند، زندگی خود از سر سامان ببخشن ای به معنی عزیز که ما دو بخش داریم در ساختار یک دو بخش داریم یک بخش ثابت داریم بخش ثابتی که استام به خصوص نظر داده باشند او دیگه قابل تغییر نیست قابل تبدیلی نیست قابل از این است که ما با عقل خودمان با رأی خودمان را تغییرش بدیم اما بخشای از زندگی وجود داره چه در بخشای مربوط به نظام سیاسی چه مربوط به نظام اقتصادی یا نظام اجتماعی بخشای وجود داره که اسلام نظر خاص دو قسمت نداشته است موضوع را به خود انسان ها واگذار کرده است به نام دست انسان باز است تماس داریم خواهر من فرزانه از بغلان بله خواهر عزیز سلام علیکم سلام سلامت بخیر باشه بفرمایید خواهر عزیز در باری همی نظر میخواست بگفت اما به چه نمی آدم دختر می آدم درست من نفهم درباره نظر چه نظر کرده بوده شما؟ آواز تلویزیون رو خاموش کنه؟ آوازتون درست نمیاد فکر میکنم آواز تلویزیون میتونه بلند است آله خوبه، آله خوب شو خدا گوشه بساد از پیش تلویزیون دور شد بگو بفرمایین سوال تو خدا بگوین بله نظر می گفتم مادر پسر نمی آوردن دختر می آوردن بعد از چند و خدا به اینا پسری نظر کدن کمی سال ما صفح هر سال دو دومن من نظر می کنم شوله پخته می کنم خب نظر, نظر شوله کرده سلامت بخیر بشید موضوع را گرفتم و خیر باشه خدا, خدا نگهدارتون مادرش نظر کرده بوده که اگر الله پسر داد نظر کرده است که ما شعله میکنم و به مردم میدم خار عزیز نظر وقتی کرده باشد که به با من خود وفادار باشد که شعله نظر کردم اون رو بده حتما خود مادرتون خیلی شعله رو دوست داشته است که نظرم شعله کرده است اگر شعله رو دوست نمیده شعله نظر نمیکرده حتما میگو که دو پیازه باشد یا یک قابل پلاو باشد یا مغرب بریان نظر میکرد شاید می چیزها رو دوست خود میگرم نظر معنیش همینست که یک چیز بالای انسان واجب نباشد اما شخص او را بالای خود واجب بسازد خودش مکلف به اون موضوع نباشد اما عمدن قصدن با اراده خودش موضوعی را بالای خود واجب بسازد این نظر میگن مثلا یک کسی روزی نفله سرش واجب نیست اما نظر میکنه که ما فلان روز روزه میگیرم و واجب بالاش میشد و باید تو را ادا بکنه حالا مادر شما که نظر کرده است که باز ما شوله میکنم ولی از شوله که مشکلی ندار تا وقتی ازم اون شوله خدا پخته بکنه و در همسای فقیر بیچاره بده از او استفاده بکنه یک چیز متوجه باشن که همیشه وقتی که کسی میخواد که الله برش نعمت بدهد اگر نظر و نیاز می داشته باشه موضوع باشه که از او آدرس بتونه که اجر پاداش هم به دست بیاورد چیزایی که بالایشون واجب نباشد نباید تو را بالای خود واجب بسازیم ما گاهی میشد که اگر انسان یک چیز رو بالای خود واجب میسازد اما بعدا ادا کردش نمیتونه وقتی ادا کرده نتوند نظرم به دوشش میموند انسان هیچ از اصلا نیاز نیست که کارا را بکنه چیزی که بالاش واجب است اون را ادا بکنه چیزی که بالاش نفل است دو اختیار داره در دا ادا کردنش اما نه باید کارا بکنه که بعدا واسه شد یا توان ادایش نداشته باشه یا کسی نظر میکنه که و الله برام پسر داد مهر ما را در روز روزه میگیرم و این نظر میکنه که اگر یک من دو مار ما دو گرفت ما کمر شکسته وضعیتش خراب میشه و توان روزه گرفتن نمی داشته باشه مشکل میده برش پیدا میشد و اگر در جوانی بتونه او را رو روزش بگیره و ما در سالمندی باز نمیتونه روزش بگیره پس نیاز نیست که انسان چنین نظرها را بکنه بس و موضوع شناخت ویژگی های نظام و نظام اجتماعی اسلام یا جامعه اسلامی که شکل میگیرد در کنار از اونجا نظام سیاسی حاکمیت می داشته باشه نظام اقتصادی باید وجود داشته باشه و او جامعه اسلامی باشد. او جام اسلامی باشد. جامعه اسلامی باشه نظام اجتماعیش هم بحثایی که اینجا انشالله و خدمت شما تقدیم میکنم هم باید اسلامی باشه این چی ویژگی ها باید یک جامعه اسلامی داشته باشد که ما با مدعی باشیم و بکنیم که نظام ما نظام اجتماعی ما اسلامی است او چی ویژگی ها باید داشته باشه که با جامعه خود هم بگیم جامعه ما اسلامی است به شکل واقعیش اسلام دارد تحقق یافته است یه چند تا خصوصیات دارد چند تا ویژگی ها دارد که ما مختصر انشالله خدمت شما بیانش میکنم اولین موضوعی که مهم است در یک جامعه اسلامی روابط انسان ها چه روابط اعضای خانواده با یکدیگرشان، دیگرشان چه روابط همه انسان ها که بیرون از منزل باشند، بر مبنای عقیده باشد بر مبنای عقیده اینا روابط با هم دیگر داشته باشند دوستی با هم دیگر داشته باشند اظهار معدت محبت با هم دیگر داشته باشند بر مبنای عقیده یکدیگر دیگر دوست داشته باشند <تصفح> چی معنا داره این جمله؟ این جمله معنی است که جامعه اسلامی اوست که آنچه که نظام اجتماع اسلام رویش ترکیز میکند که روابط بر مبنای تعصبات زبان قوم سمت نباشد بر مبنای سازمان حزب نباشد و معنای هم گروه بودن نباشد که متاسفانه در افغانستان چنین مصیبت وجود دارد که مبنای همه داد و ستون ما دوستی و محبت ما و موقف گیری های ما در همه های مختلف همه موضوعش بحث زبان است هم زبان را هم زبان خود را با آغوش میکشیم و غیر هم زبان خود را لگت میزنیم که از کناره چا با چا بیفتد یا بحث قوم مطرح هست اگر هم قوم ما بود دوستش داریم به او روابط داریم ارادت داریم ارزش میدیمش امتیاز برش میدیم اونی که هم قوم ما نباشد هم تبار و هم نژادمان ما نباشد ده لگد دیگه او را میزنیم که و گردابه توفان بیفتد دیگه جای خود تکان نخورد یا بحث هم بودن است اگر شخص هم حزب ما باشه این معنیشه که هم فکر ما در قضایه سیاسی باشد گرایش سیاسیش همانند ما باشد یا همانند ما باشد این بحثی است که گرایش های سیاسی مقیار برای روابط قرار بگیره برای دوستی قرار بگیرد برای اظهار محبت و امتیاز دادن قرار بگیرد و در این صورت مشکل هم وجود دارد که وقتی که یک شخص هم سازمان ما باشد در نهاد ما باشد در جریان ما باشد او رو بالاخره ما میپذیریمش با غوش میکشیمش با اظهار معدت محبت میکنیم و امتیاز هم برش میدیم تخایف هم برش میدیم چرب زبانی هم در برش میکنیم توازو هم میکنیمش و اما وقتی که شخص دیگری که ولو که مسلمان باشه تقوادار باشه خدا ترس باشه شب زندهدار باشد انسان نیکو باشه اما وقتی ببینیم که هم حزب ما نیست در جریان ما نیست یا مثل ما در قضای سیاسی فکر نمی‌کنند گرایش سیاسی تمایلات سیاسی چون من نیست بلا ما از خود میرانیمش با نگاه بد به سویش می بینیم در قلب ما جای نمی باشه به ایسی یک مسلمان ای هم این مرض در بین ما وجود داره در حالی که اسلام میگه نه مسلمان رو دوست داشته باشه مسلمانی که هم زبان نیست به او محبت داشته باش مسلمانی که همه حزبت نیست به او روابط داشته باش دوست داشته باش چون دوستی دو مسلمان وسیله تکمیل ایمانش میشه اگر ما مسلمان غیر هم حزب خود را دوست نداشته باشم من مسلمان کامل محسوب نمیشم اگر غیر هم قوم خود را که مسلمان هم باشد دوستش نداشته باشم با و محبت نداشته باشم من مسلمان کامل محسوب نمیشم چون حدیث پیغمبر خداست که محبت داشتن با مسلمانان وسیله کامل شدن ایمان ما قرار میگیره وجود دیگر بحث پسمند نداره که مسلمان هم حزبت باشد حزبیت باشه یا سازمانیت باشد یا بالاخره هم زبانت باشه هم قومت باشه این بحثش مطرح نیست موضوع عقیده متره هست موضوع ایمانداری مطرح هست که ایمان ما را با هم دیگر گریه بزند نه موضوعات قوم و سمت و زبان اما این موضوعی که در بین ما شکل گرفته است بحث داغ قوم سمت زبان یه چیزی است که ما را از هم دیگر رانده است دور کرده از طرف را در بین ما به وجود آورده است بدخواهی ها را نسبت به غیر هم زبان هم تبار ما به وجود آورده است و یه چیزی است که اسلامی را نمی خواهد و واضح است که در روز رستاخیز همه افغان ها پاسخگو هستند در برابر همین قضیه افغان هایی که همیشه پرچمدار یا داغیادار قوم و سمت و زبان باشن امین می‌گیار برای همه زدبند سیاسیشون قرار بدهن یا زدبند اجتماعیشان اجتماعی واضح است که در روز آخرت پاسخگو هستند برابر همین رفتار منفیشون رفتاری که برخلاف آموزهای های دینی ماست دین ما میگه که المسلم اخو المسلم مسلمان برادر مسلمان است وقتی مسلمان برادر مسلمان است دیگه اونجا بحث ذکر نشد از که اونجا پسوند باشه تاجکش پشتونش ازبکش ازارش نه ذکر نیست این بوتهای است تاجک پشتون ازبک بوتهای است که ما به دست خود را اختراع کنیم ایجاد کنیم. تماس داریم خانم حامدی از هرات بفرمایید خواهر عزیز سوالتون مطرح بسود جایتون کمی تغییر بده आवाजتون درست نمیه بله بله, بله؟

او دارم برای ما داریم. داریم. و بگذارن شما به برادر تو تسلیم که ای امانته؟ به برادر خرچ کردی بالای برادرت؟ نه. اما امانته به شخص برادر رو به دست برادرت که به شخص امانت دینده برسانه. نه. از شخص امانت خواه سلامت بخیر باشین میره توزیع میدم ان شاء الله میشه سوال شما هم در ضمنش قرار سلامت بخیر باشین بس امانت همیست که وقتی که شخص امانت نزد کس دیگر میگذارند مکلفیت امانت گیرنده همیست که مال امانت را پاسداری بکنه حفاظت بکنه و کوتاهی ازش سر نزنه در نگه داشتن امانت مثلا مال امانت مثل شوهر حتی پیش خانم امانت میگذاره مال خود شخص شوهر نزد خانمش هم امانت است حق تصرف ندارد بدون از اینکه شوهر اجازهش برش بده یا کسی دیگری امانت میگذارد امانت تصرف کنن درست نیست که در امانت تصرف صورت بگیره از او استفاده صورت بگیره جز به اجازه جان مقابل اما را دهنده اگر اجازه میده که از مالم شما استفاده بکنین مشکل نیست که استفاده صورت بگیره اما اگر اجازه شخص نباشد صاحب اما صاحب جنس اجازه ندهد امانت گیرنده حق تصرف ندارد حالا قرار به که سوالی که خانمم داشتن امانت شخص میگذارد اما خود و شخص وفات میکند چه باید کرد یک موضوع هم است که اگر شخص امانت دهنده وفات کرد وارثینش شخص اولادش از به انتقال داده شد تماس دارم خواهرمان نویده از کابل بفرمایید خواهر عزیز بله سلام علیکم علیکم و سلام و رحمت الله می ربانی خوار عزیز yeah, سلامت بخیر بشین آرام بشین مشتم پایم بودانه بفرمین ممنون صاحب ما یک مشکل داشتیم نمیخون چرا با یکم شده کنم طبعاً چند مثلاً انتخابش میکنم دو پشتش خاص کارم و اینی نمی‌فهمم چرا زد میشه از طرف خودم ما بدون اینکه ما برشون نظر بدیم. خود از اونا دیگه بر گردن یا شما جواب منفی میده برش؟ نه نه خودم بر اما خود شخص بر گرده؟ بله بله یک بار میبین و پس میره؟ بله بله یعنی با خود دخترم میبینن میشینن مجلس میگیرن که پس پس پشیمان میشن؟ پیش از, از این که بیاین پیش از این که بیاین نمیشن شما چه خبر داره که اونا هم میخوان بیاین؟ یعنی نه خبر ما میباشه شما؟ آه. ها سلامت بخیر باشین با شما دیگه پیام برشون روان نمیکنه که ما آماده هستیم اگر شما خواسته باشین نه خیلی بگم سلامت بخیر باشین حتما خودت مطلوب با... است یا کس دیگر از خانواده تان بله عقیب خود خواستگار میان یا با خواهرت نه سلامت بخیر باشین من بس خواهر حامدی که از را تماس داشت رو انشالله تفصیل میدم بعد سوال شما خواهر ما که تماس داشتن موضوع امانت وقت شخص وفات بکند به وارثینش مال انتقال داده شود وارثینش اگر همسرش از فرزندانش از به ما انتقال داده شود اگر قرار به این باشه که هیچ اصلا وارثین ندارد وارثینش نیست پیدا نمیشد و در صورت مسئله دیگر هم که بر فقرا و مساکینه که مستحق همکاری هستن به اونا داده شد به نیت از اینکه ثوابش به شخص اصل جنس که از او است به مو به صاحب جنس برسد و فقرا و مساکین داده شود باز در صورت مسئولیت امانت گیرنده رفع میشد اگر تعلل و تاخیر خود امانت گیرنده بکند امانت نزد ما هست و صاحبش هم و تقاضا میکند اما ما تعلل میکنم ما به تاخیر میندازم موضوعه در صورت من گناهگار میشم با به تاخیر انداختن مسترد کردن جنس جانه مقابل با وجود که هم باشد در صورت که تقاضا میکنه امانت خود من امان پردازم و من گناهگار میشم اما وقتی که وفات که به وارثینش وارثین نداشته باشه و با فقرا و مساکین به تو سپرده شد اما مسئله دیگری است که اگر شما به دست برادرتون دادین که به او شخص برسانه یا به وارثینش اگر او نرساند او باز گناهگار میشه مسئولیت شما رفع میشه اگر از دست از او گم شده باشد گم شود و خودش در گم شدن تقصیر و کوتاهی ازش سر نزده باشد دوست او گناهگار محسوب هم نمی شود این بس اون بحث موضوع امانت است اصل موضوع امانت هم است که به صاحبانش رسانده شد به شکل درستش بدون تصرف اگر آفاد کردن به وارسینش اگر وارسی نداشته باشد به با فقرا و مساکین باید داده شود که اونو از این استفاده بکنن چون بحثی که به بیت المال این موضوعات ای که از اینکه المال برد اما در قسمت مصرفشی که حالت اعتماد وجود داره نداره بحث های جدای هست که مشکلات خود داره بهتر نیست که فقرا و مساکین واسه توزیع موضوع دیگری که خار نویده مطرح ساختن گفتن خواستگار میاد یا میخواد که بیاد اما پس پشیمان میشن یا هیچ نمیان یا از سوال اولش تو فهمیدم که یک بار میان دیگه بر نمیگردن خب این دیگر مشکلی که ندارد شاید که مشورهشون نشود اما گمان این نباشد که وقت ما بسته است و خاطر دیگر برگشت نمیکنن یک سلسله عوامل می داشته باشه که یک شخص تصمیم میگیره پس پشیمان میشن گاهی هست که یک شخص تصمیم میگیره که بریم دختر فلانی رو به پسر خود بگیریم اما بعدا وقتی تصمیم میگیرن مطالعه میکنن اطراف قضیه مطالعه میکنن پشیمان می میشه میگن نه والا آدم مناسب برای پسر نیست بیان یک جای دیگه میریم یا گاهی من روز اول من میشه که با دختر رو درو شون یا با خانواده دختر به این صورت میشه که خوششون نبیاد دختر دلشون نباشد یا خانواده مشکل داشته باشه هم میشه که پیشمون شان نبیان اما این به معنی بخت بسته شدن نیست اختیار به اختیار به خود پسر یا خانواده پسر است که اونا با تصمیم میگن اما این گناه باید متوجه دختر نمیشه که دختر گمان بکنه ولی ما وقت و بس است چطور اینا بر نگشتن یا چطور نامدن این مشکلاتو خود داره گاهی چیز دیگری که وجود داره غیر مستقیم یکم توقعات بالای هم می باشه که جان مقابل از این خبر میشه غیر مستقیم خبر میشه که این دختری که ما می بریم خواستگار ازش خواستگاری بکنیم برای پسر ما اینا توقعات بلند دارن این اطلاع بیشتر میخرن، لباس های زیادتر سر ما میخرن یا هتل بسیار که مینش بلندتر از قیمتر است اما رو باز اینا فرمایش میدن یا بالاخره آراجگاه را فرمایش میدن که با 20 نفر گارد ممرش بره با سی نفر گارد وقتی که توقعات و مصارف بسیار بلنده که فکر میکنن که جان مقابل از ما توقعش دارد اونو با عقب میرن من شاید چند تا موضوع هستم که وقتی یک کس خازگار دو بار سه بار حتی دختر داده شده از وقتی که لست دادن گفتن که این لیست میده مگر این توان تون رسید خوب بین خواستگار اگر نرسید ده لست لیست با که این باشه که اینقدر برنج آورده شد اینقدر روغن آورده شد این لباس گرفته شد فلان فلان شد 800 نفر یا 1000 نفر یا بیشتر در فلان هتل نان داده شد وقتی این که خانواده دکتر پیش میگن و خانواده پسر واضحه که از اینا را که میبینن خیلی بالاست عقب نشینی میکنن چون میبینن که دکتر فروش است وقتی میرن دکتر فروش و دیگه جرات نمیکنن که برن خواستگار مشکل همسر این یعنی موضوعات و توقعات خانواده هاست اگر خانواده هایی که دختر دارن توقعات را برن کاهش بدن با این بسازن مشکل از جامعه ما رفع می شود وقتی که ایدی را گم بسازیم ایدی که ایدی چه معنای داره یک مصیبتی شده است که بیچاره بچه چند اندازه کار بکنه ببره ایدی ببره به دختر هم بالاخره میوه خشک بخره و میوه تازه بخره هم مایی بخره هم لباس بگیره هم طلا بگیره و با خانواده دختر هم دال زمستان نزدیک زمستانی بخره و جمپر و بالاخره چیزای دیگر بخره و امرای ماهی اینا را ببرد هم یک مصیبت است نوروزی یک مصیبت دیگر است که متاسفانه بدبختانه که در خانواده ها مروت شده است نوروزی است دو هم میوه خشک هم حتی خانواده را میشناسم که در ایدی که بردن میوه خشک نخریده بودن میوه خشک خانواده دکتر قهر کرده بودن بسیار بر خود زش کردن که ما میوه خش نخردیم به میمون خود که شما میرین شما نوردین با فردا به میمان خود چه بدیم سر دو ساخان خود چه روار بکنیم این گویا خانواده دکتر گدایی میکنه این حیثیت گدا را داره دختر خانواده دکتر گدایی میکنن از خانواده پسر این نوروز بودن ایدی بودن در واقع نمو گدایی است یا بالاخره میگه یک دونه گوسفند باید میورین این مصیبت ها وجود داره خواهر ما شریفه از هرات بله

<تصفح> موضوع امیز که نمی وقت که از بالا را شخص تصور میکنه که این ایدی از براتی از فلان فلان است یا از بالا را که فکر میکنه جرت نمیکنن که بیان خواستگار لاکر خانواده بیان این موضوع را از بین ببرن اگر ایدی از بین برود، نوروزی از بین برود زمستانی از بین بارود و این فرمایشه بلندی که در مورد لباس از و از بین بارود اگر مقدار یا ارقام میمان خواستن میمان ها را خواستن از 500 و هزار بیا به صد پایین بیاد و در این صورت هیچ دختری از 20 عمرش بالا نمیره کلش به بخت و آرزو خود میرسن و بچه هم که همه زندار میشن زندارات دو زن و سه زن هم میگیرن که هم باید به خانم یک نمار مصیبت است. که شوارش خانم دوم سیم میگیرن. با در این صورت خانم ها دعا میکنن هم تو از اینش بالا باشه تا شوارش خانم دوم سیم نگیرن اگر این سیستم آسان سازی صورت بگیرد مشکل رفع میشد حدیث پیغمبر علیه الصلاه است که فرمودن یسرو ولا لا تعسر آسان گیری بکنین سخت نکنین اما میایم سخت میکنن. میکنیم آسان رو کنار گذاشته امروز که دختر 30 ساله 40 سال میشه قرار هم تو بالش سر در خانه میمونه بچه ها از چل بالا میرد تو بیزن میمونن خب این ای ارزش مصیبت است و خانواده ارزش مصیبت است کسی که دختر داره پسرم داره پسر داره دختر داره بیاین یک نوع آسانگیری بکنن برای بچه‌شون بسیار باز تلاش میکنن که کمی سهولت به وجود برن از جانب مقابل تقاضا میکنن اما وقتی نوبت دکترشون برسه بار سنگیر بالا جانب مقابل میگذارن این مصیبت خود ما ایجاد کردیم تماس داریم برادرم برهان دین از کابل بله برادر عزیز یکونی دیگه خود دیگه کنون لگ رفت فرد مثال جا برابر از او یا کنون از دیگه چرا اگر کی کسی داد خوب دا اگر نداد هیچ یا بخاطر که فیلندان فیلندان بگه که دینی مدافع دیگه دیگه دیگه, 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 دیگه سینجا دیگه, دیگه دیگه فیلند, دیگه فیلند،, فیلند. شما خانه تون کراس میخوای گراو بدین؟ ها جانب پس از, از این گراو دای بازور گراو کسی گراو میگره کرام پس بر شما بده؟ فیلند. یکونی ما دیگه همون دیگه دیگه ما میخواییم ما میخواییم که فرض مثال که با حسابی از اون که سود نمیده برابر انتفاع فایده که میگیره آفرین سلامت بخیر باشین دوستان خدا ما موضوعی که بیان داشتون موضوع خانم بود در قسمت موضوع خواستگار رو بلاخره میا و پد برگشت میکنه من پیامی که به خانواده ها داشتون می بود که بیان آسان گیری بکنن نکنند نکنن تا مشکل رفع شود. یکی در بحث مهر است که مهر معجله مهر معجله که در وقت ازدواج بیشتر میمونن یا کمتر میمونن اون کار جداست که او کامت به دوش میمونه به دوش شوهر که کم کم میتونه او را ادا بکنن اما در سایر مصارفی که آنن هزینه داره مصرف دارد دو بیان بین کاهش به وجود برن که تا مشکل رفع شود و توقعات تو هم کمی پایان بسند خانواده ها و خانواده دختر توقعات خود کم بسازن تا زودتر می جوان میشن با آرزوهای مشروعشون برسن تا احساس از این ره گذار مفاسد اخلاقی که گمانش میرود که در جامعه ما وجود دارد و توسعه پیدا میکنه و هم گلمش جمع شود بس دیگری که خواهر شریفه مطرح ساختن که خواهر شوهر خواهرشون برای خواهرشون گفت است که اگر با پسرت گبزی با پسر خورد شما طلاق هستین ایم از وقت تون میشه تماس دارم خواهرم مریم از کابل بله بله سلام سلام و رحمت الله بفرمی خواهر عزیز مشنه ایم مولانی سلام همی فرده پول قرض گرفته بود دو پولش داری دارم حالا همین بعد از سال بعد آمده میگه که تو مرا نه شما پول از فرد از شخص قرض کرده بودین؟ بله از همین قرض گرفته بود پدرم پولش تمام کردم بعد از چه سال بود از این اومده میگه تو از چه سال از منی تازدار میشی تازدار میگه نی ما پول رو داریم همونی نمکن است میگه نخیر تو پول ما رو نداری خدا میگه تو خشم بخو میگه تو خشم بخو که دختر از این سلامت بخیر به شاید که وجود نداره اسناد نداره که وقتی قرض ادا کرده بود اسناد ازش گرفته باشه. یا شاید وجود داشته باشه بله آ ما گفتم شاهد کو ندارن شاهد کو نداره به با... شاهد داره کاکان شاهد یادارم شاهد صحیح شو سلامت درستان. بخیر باشین سایش شما موضوع را گرفتم موضوع را گرفتم بخیر باش خدا نگهدارتون بس که اگر کسی برای کس دیگر بگه تو اگر چنین کردی طلاق مثل موضوعی که بیشتر خواهر شریفه گفتن مسئله شم که اگر گپ بزنه تلاق واقع میشد اگر گفت که با فلانی گپ اگر گپ بزنه طلاق هستی وقت گپ زد طلاق واقع میشد یا مثل بگه که اگر تو خانه فلانی رفتی طلاق هستی وقت رفت تلاق واقع میشد اما ای که وقتی که رفت یک بار طلاق رجعی واقع میشه طلاق معلق طلاق رجعی است و طلاق رجعی حکمش همیست که پس میدونه اینا رجوع بکنن بس که رجوع کردن مشکل حل می شود اما بعدا با طلاق صلاحیت طلاقش با کمتر می شود طلاق رژی یک طلاقش رفته دو طلاق دیگه باقی مونده است اگر گاهی برابرش دو طلاق استفاده بکنن با کاملا خانم ازش رابطش قطع میشه شود که باید طلاق مغلظه میگندش یا بینونت رو کبرا می گندش شد که اگر گپ بزنه یک طلاق واقع طلاق رجی با حق رجوع را داره که رجوع بکنند اما با بعد از اون فکر خدا بگیره که نگه طلاق استفاده نکنه موضوع برادرم برهاندین بحث گراوی رو گفتن که گراو میدن و به شخص خانه خدا با او یکونی مزار ماهار به اینا گراو بدن در برابر فایده ای که یا انتفاعی که اونها از خانه میگیرن برادر از این مسئله مسئله اختلافی است. اینی که کراب به یک حیله است که بعض از فقهای ما این نظر دادن. برازی که مال گراو کسی که با شما که مشکل نیست چون شما گراو میده شما از خونه استفاده نمیکنه مشکل با جانب مقابل است کسی که از خانه استفاده میکنه مشکل به او بر میگرده با شما نه چون شما پول میگیره خانه رو به او تسلیم میکنه و از خانه استفاده میکنه اصل بحث اونجاست که او استفادهش از اون خانه جایز است یا نیست به اجازه شخص باشه یا بدون اجازهش باشه حالا با, با اجازه شما استفاده میکنه در برابرش یکونی کرام میپردازد چون استفاده میکنه یک نظر از فقا که چون ای یک هیله است یک بهانه است که جور شده است میگن اگر این کرار داد ولی کم باشد اون انتفا برش است جایز است استفاده بکنه این سود محسوب نمیشود یک بحث دیگه هم اینجا وجود داره او که ای بای بای است که این معامله را به نام گراو نه به نام وفا هم میگندش به نام به وفا گراو که مو رهن است که یک مسئله دیگه است که رهن که یا گراو برای توثیق دین که تو بالاخره از کسی قرض میگیری بالا تو به اعتماد است تو خانه در نزدش امانت میگذاری دین زمانت میگذاری او از خانه استفاده نمیکند چون به خاطر که پولش نزد شما بند است اگر پول را شما نپرداختین او باز خانه را میتونه بفروشه و پول خود به دست بره اصل گراوی مشروع گراوی مسئله گراوی همیز که مشروعیت گراوی یا رهن به خاطر تضمین دین است که من از کس قرض میگیرم اما او بالا اعتماد نداره در برابرش می خانه مرا می ضمانت میگیره نمی گراوی میگن و او از او استفاده نکنه او را بانه تا وقتی که پول خدا حصول بکنه پولش نرسه و میتونه خانه را بفروشه این گسل گراوی نی است اما این صورتی که در افغانستان معموله است که پولم میدن و خانه را میگیرن و اول اینجا چون مطلبم خانه است خانه را به دست این به نام بی وفا هم میگن در قسمت بی وفا استفاده کردن از خانه هم اختلاف نظر هست. یک دیدگاه وجود داره که با خاطر ضرورت میتونه که شخص استفاده بکنه این نظر هم وجود داره بنان اگر او پول میدن یا شما ضرورت داره یا نو ضرورت دارن با شما کنم مشکلی بر نمیگن مشکل به جان مقابل است که نو ضرورت دارن به خاطر ناتوان هستن کرا بپردازن و میتونن استفاده بکنن تماس دارم خواهرم و شبانه از کابل بله bale bale meslan bale meslan be farmayen assalam alaikum alaikum assalam wa rahmatullah be wakhsein ustad no staran me khal dide ma ke ami khanim yak 4 dana dukhtarak tawallud tuda uno quran sharif me khwanan waqte ke tawallud me shan mara megan ke ni tiflakay khod da اگر طرف شان سعی میکنم در بین خود قرآن شریف میخوانند بگه ما همیتور طرف شان میکنم میگم خدای ما شکم از یار چرا رقم سیر کنم یک تام نیست یا چهار دانه هستن بگه دمی پیدا شدم اگر شما را نمایید شما متاهل هست شواردار هست یا مجرد هست؟ نه نه شواردار هستم سی تا اولاد دارم سلامت بخیر باشین خدا نگذار کنم خدا در بحث بیوفا که مسئله برادران و براهاندین است که از یک طرف اختلاف نظر وجود داره جز به با کسی باز میتونه از خانه انتفاع یا فایده بگیره که نیازمند باشه نظرم تو وجود داره ضرورت داشته باشه و توان کرار نداره که کرا به پردازه میره گرا و استفاده میکنه اما با در موضوع عقل برگه ای که نوشته میکنن در برگه نام گراو و نوشته وفا نوشته شد اما یک شرط هم که بعض علما گذاشتن از فقه وجه قید زمان قید زمان مطلق نوشته بکنه. قید زمان نمیه که برای یک سال برای شش ماه این پسوند زمانی درش وجود نداشته باشه بعد باز میدونه از استفاده بکنه با در صورت ضرورت نیست که به شما یک از کرام بده در صورت که بی وفا باشه به با ضرورت میتونه استفاده بکنه با کرام نیاز نیست اما بعد سر خود شما شما با مشکل به شما بر نمیگده چون شما خانه را گرو دادهین. شما که از پول استفاده میکنه پول پیش شما قرض است اما بحث که جنجالی از سود حساب میشه نمیشد برمیگرده به کسی که خانه را میگیره از او استفاده میکنه اونجا موضوع است گرم من اشاره کردم که صورتش بنامه موضوع به نام گراو یاد میشه اصلا این گراو نیست به به وفا میاد میکنن و در قسمت استفاده از او هم نظرات مختلف وجود داره و خلاصش همیست که ضرورت داشته باشه بهتر که انسان اجتناب بکنه هیچ گراو نگیره اصل موضوع احتیاط همیز اما اگر ضرورت داشته باشه و توان پرداخت کرار نداشته باشه با دو صورت برش اجازه است اما نامش در ورق بی وفا نوشته شد قید زمان در اونجا نوشته نشود موضوعی که خواهر ما مریم گفتن که پدرشون یاد قرض گرفته است قرض ادا کرده جان مقال میگن شما قرض ما رو ندادین و اینا اسنادم ندارن اما شاهد دارن جان مقابل پدر از اینا را میخواد که قسم بدن این بال پدر شما قسم بر نمیگرده چون شاهد دارد اصل موضوع هم است که موضوع اگر شاهد وجود داشته باشد مشکل حل می شود به محکمه هم اگر مراجعه بکنه شاهد طلب شاهد باشه ضرورت به با قسم نیست تماس دارم خواهر ما از کابل بله خواهر عزیز بله السلام علیکم علیکم السلام و, و رحمت الله مولای صاحب یک سوال داشتم سه بار شده نماز استخاره می خوانم بس سه مشکلم میگه یعنی نتیجه ش شا ندیدم شام استخاره کردم مولای صاحب دعای استخاره را که پس از نماز خواندی بله دعای استخاره را گفتم خواندی بعد نماز نه دعای را خوانده نتونستم باز آه. ما از تلویزیون شنیدم که سنمی نه دعای خواهر عزیز من انشاءالله روی ازی بحث میکنم که دعای خاص رو و دعا خانده میشه و دو جمله از که اون جمله امونیت خدا انسان میرد از این خود خب من انشاءالله بحث میکنم بعد بله دیگه سوال داره شده؟ اگر بچه خودم بخوانن دعایش اینا بخوانن بگرد نیت ما بکنم میشه موضوع موضوع به بشید برمیگرده و خود شما برمیگرده به بشیت کوم خواستگاری دارم البته خانواده از اگر مو کسی که اگر من نیت موضوع چی از به خاطر خواستگاری کنه است نه خیر به خاطر از خارج است به خاطر از, از او خود از او را بگن که او حتما میخوای برش دختر بگین خود از او باید را کنه اگر خود خود از رو بگن ده اونجا استخاره بکنه دعاشو چون درس خوانده است دوای سخره را از اینترنت میتونه که سرچ بده بیرون بکشه تو جه هست اما را بخونه دو سرعت بکنه خواه سلامت باشه من انشاءالله با تفصیل بعدا می میکنم موفق باشیم خدا نگه موضوع قرض که پیشتر خواهر مریم گفتن اگر موضوع محکم باره چون شاید هستم برادر شما هستم کاکای شماست شما هست مشکل حل میشه آه اگر شاهد نباشه با صورت قسم برمیگرده قسم با سر کسی است که منکر است اگر پدر شما مدعی است مدعا کردیم جان مقابل منکر است با قسم سر از او برمیگرده اگر برعکس موضوع باشه با قسم طرف پدر شما برمیگرده در صورتی که مدعی کسی داداره شاهد نداشته باشه اما شما میگه شاهد است شاهد است مشکل حل میشه دیگه نیاز نه به قسم است نه به محکمه رفتن است مشکل حل میشه و اعتماد اتما آدم سال جنجالی است میخواید که دیگه اون پول به دست شاید مشکل حل میشه اگر به محکم مراجعه بکنین بازه مراجعه بکنین به بخش حقوقش اونا شاید شما اونجا ببرین گنی شاید است ما قرض ادا کردیم بهتر همین که ما آیت قرآن کریم است وقتی انسان قرض میگیرن و تو رو نوشته بکنن قرض نوشته شد و وقت ادا هم بشه باید نوشته شد که تا جلوگیر از این نزاع و کشمکش بکنن موضوع دیگر که خارم ما شبانه گفتن دختر خواب دیدن یا خوابشون قصه کنن که دختر تولد شده است دختر تولد منش نعمت است نعمت است که انشالله الله برای شما نصیب میکردنم من که بحث متحل بودن و غیر متاهل بودن شما را یاد کردم مثلا اگر کسی مجرد باشید خواهد ببینه نعمت زواج نصیبش میشد اگر ازدواج کرده باشد دیگر نعمت ها نعمت های ها مال آرامش در زندگی یا اولاد دیگر الله برشون نصیب میگردنه پس دیدن دختر و تولد دختر به معنای دست یافتن به نعمت است چون دختر نعمت است که الله نصیب انسان میگرداند که انسان مسلمان با تربیت دختر میتونه که جایگاه خیلی بلندی را در آخرت از آن خود بسازد چون حدیث پیغمبر خدا است کسی دو دختر داشته باشه و را درست تربیت بکنند پیغمبر خدا گفته با ما در جنت یک جا نزدیک است یک جا میباشد و حدیث دیگری هم است که کسی که الله برای اون دختر نصیب بگردونه و را درست تربیت بکنه ادب برش بیاموزونه و تعلیم بدهد و او انسان با ما یک و انسان جنتی است خب بس دیگری که خانم موضوع موضوعی را مطرح ساختن استخاره گفتن ما سه بارش استخاره میکنم اما چیزی در خواب نمیبنم. شما نماز خوندین در دو رکعت نفر خوندین استخاره نکردیم. استخاره خواهر عزیز است که شخص در نزدیک شب ساعت و دقایقی که میخواد استراحت بکنه ساعت ده شب است میخواد استراحت بکنه وضو میگیره دو رکعت نماز میخونه بعد درکت در نماز دعای خاصی دارد او دوارم میخونه او اون دعا که طولانی است یک دو جایش اشاره شده است که او دو جمله را که میخوند هادل امر اونجا ذکر میشه هادل امر که آمد اونجا با در قلب خود اون موضعی را که تصمیم داره در ذهن خود را حاضر میسازد او دعا را که میخوند به پهلوی راست استراحت میکنه بعد در خوابش در خوابش اون موضوع را نمی نمیبیند در خوابش اگر دریای صاف ببیند چمنزار را ببیند معلم و استاد خدا ببیند روی سفید نیک ببیند مادر و پدر خدا ببیند این چیزای خوبه که در خواب ببینه یا مثل ای ما که تولد و دختر به تولد و دختر ببیند اینا همشون به من از این که اون طرفی که قصد دارد اراده دارد اما طرف مثبت است اقدام بکنند، تاخیر نکند اما اگر بار اول بار دونه تا هفت بار موضوع رو میتونه که صلات نماز استخاره بخوند اما نماز استخاره همونیست دو دوار باید بخونه. نه که که گفت که نقل الله حدا بخوان یا فلان چیز بخوان نه حدیث کسب پیغمبر خدا آمده است او دعای خاص ذکر شده است اما اینا فکر میکنم که تصمیم بر ازی دارن برای بچه‌شون در خارج است به او خانم میگیرن به صورت بهتره که کونا در اونجا استخاره بکنن اگر در اینجا کس دیگری از اعضای خانواده شما استخاره میکنن یا نماز استخاره را میخونه به که چیزی رو ببینن برای بعد اقدام بکنن دعای استخاره را باید بخونن و بهتر هم است که بچیتونو که اونجا است اونا بخونن اگر نمازخوان باشن چون در خارج که کم که این مشکلات وجود داره که کسایی که بیرون میرن رابطهشون با موضوعات دینی کمی کمتر میشد از همه نه هم یک نواخت نیست اصلا خیلی مردمی که خوب از اینجا که بیشتر جا پایبند به دینشون میشن اما اصلا کسایی که 50 فیصد تغییر میکنن کسی هستن که صد در صد تغییر میکنن این حالت هست که در بیرون وجود داره همه کس یک نواخت باقی من جز کسایی که درست دین حزم کرده باشن درک کرده باشن اونا زود آموزای دینی را دست نمیدن دین خدا فراموش نمیکنن جزی که نسلای بعدیشون رایست با با الهام پذیری از محیطی که اونجا وجود داره فرهنگی که اونجا حاکمیت داره واضحه که رفتارشون تغییر میخوره گفتارشون تغییر میخوره دینداریشون هم مشکل پیدا میکنه بازم خواهر ریحانه تماس دارن بله بله علیکم و سلام بخیر باش بفرمایید خواهر دیگری به نام ریحانه تماس داشتن تماس اینو قطع شد امید است که بار دیگر تماس داشته باشن و سوالشون انشاءالله میگیریم بعد نماز, نماز استخاره همیز اما در نماز استخاره من پیشتر اشاره کردم هو به هو همون موضوعی که در دل تس به خاطرش استخاره کرده او رو نمیبینی که اینه من پشت دختر رفتم و پشت بچه رفتم چیزهای خوب انسان در خواب میبینه اگر چمن ببینه اگر باغ ببینه دریای پاک ببینه پدر و مادر اینا همشون معنیش هم که مو اراده اراده مثبت است و طرف اقدام بکنن این سوال خواهر ریحانه اما بحث ما سر موضوع ویژگی های نظام و نظام اسلامی که جامعه اسلامی باید او را داشته باشه و جامعه اسلامی حاکمیت داشته باشه این بحث ما آغاز کرده بودم که تنها بحث عقیده را ما اشاره کردم که عقیده عقیده اسلامی رابطه بر مبنای عقیده اسلامی باشه بر مبنای قوم و سمت و زبان نباشه اما این به معنی از این نیست که در جامعه اسلامی گروه های دیگر وجود نداشته باشد رابطه مسلمان ها بر مبنای عقیده باشه اما به معنی از این نیست که با گروه هایی که با ما ام عقیده نباشن به اونا رفتار خشن داشته باشیم نه نه اگر اهل ذمه است اگر گروه های دیگری است که مسلمان نیستن اما به اساس یک قرارداد و اساس یک تعهد در جامعه اسلامی زندگی میکنن اونجا هم مسلمان مکلفیتش هم است که بنا تعامل حسنه داشته باشن نه بر مبنای از اینا هم عقید هستن بر مبنای هم شهری بودن هم وطن بودن و ای که اونا زیر چتر یک نظام قرار دارن و به اساس یک تعهد اونا اینجا میان زندگی میکنن و برایشون امان داده شده است و از امان برخوردار هستن به اونها فرصت داده شد که زندگی بکنن نه اینکه که بالاخره غیر عقیده بودن و ما سبب برازی شود شد که ما اونها را شلاق بزنیم اونها را ما تهدید بکنیم با اونها برخورد خشن بکنیم نه اهل زمه یا کسی که غیر مسلمان در جامعه اسلامی زندگی میکند مسلمان حق نداره که بر حقوق از اونها تجاوز بکنند یا بر آبرویشون تجاوز صورت بگیرد یا مالشون ازشان گرفته شد این حقیش مسلمان هم نداره حاکم اسلامی هم نداره بلکه حاکمت اسلامی و کلافیتش همیست که از اونا پاستوری بکنه از خونشون از مالشون از عزتشون از آبرویشون از, از اون چی که دارن پس اولین موضوعی که در بحث نظام اجتماعی اسلام مطرح است که در یک جامعه اسلامی باید وجود داشته باشه و میست که همه مبنای تعامل ما بحث عقیده باشه موضوع سمت و زبان و و حزب و سازمان نباشد به این صورت است که این وسیله برای شکلگیری وحدت همپذیری در بین مسلمانان قرار می گرند. اگر مبنای روابط ما بحث زبان قوم و از باشد واضح که از ای دریچه از این رهگذر اختلاف شقاق بدبختی در بین ما راه پیدا می کنند در اون جامعه وحدت و همپذیری و همبستگی وجود نمی داشته باشد نفاق جایش هم میگیره شگاف های عمیق اجتماعی جایش هم میگیره کشمکش ها و منازعات مردمی در اونجا حاکمیت می داشته باشد نه آرامش و که مردم براحتی بتونن زندگی بکنن نکته دیگری که در یک جامعه اسلامی مطرح هست که نظام اجتماعی اسلام بالا از ترکیز میکنند بحث است که در جامعه اسلامی تعاون حاکمیت داشته باشه مساعدت های با حاکمیت داشته باشه گیر <متحن> ما با نام تکافل اجتماعی یاد میکنیم تکافل اجتماعی هم دو بخش داره بخش مادی داره و بخش معنوی داره هر دوش لازمه جامعه اسلامی است که دوجه باید وجود داشته باشه تکافل اجتماعی بخش مادی است که مساعدت های مادی وقتی که یک ولایت آسیب, آسیب میبیند. صدمه میبیند. می صدمه می سیلاب زده می مردمش به مشکل روبرو میشن. اینجا مکلفیت سایر مردم است که با اونا همکاری مادی داشته باشن مساعدت مالی داشته باشن دست و مردم بگیرن با اونا همکاری داشته باشن این مساعدت مالی است تکافل اجتماعی و بخش مادیش است که به قدر توان به اون مردم کمک صورت بگیره او طبقه فقیر و مصیبت دیده فراموش نشود اما بخش معنوی تضامن اجتماعی است که موضوع توصیه کردن است راهنمایی کردن است و رای خیر را نشان دادن است یا به تعبیر که در اسلام مطرح است بحث عمل به معروف نه از منکر است اگر او به طرف منکرات روان است نصیحت کرده شود حرف خیر برش گفته شود دستش از منکرات گرفته شود اما با روش های حکیمانه روش هایی که تأثیر گذار باشه برای اصلاح همو فرد در بحث همین به معروف از منکر ما به یک اصول داریم وقتی عمل به معروف از منکر فرض است بالا یک مسلمان که به این پایبند باشد دیگران را نصیحت بکنه در قسمت فرض بودن شک نیست اما در موضعی که فرض عین است یا فرض که است اختلاف نظر وجود دارد بین فقها و بین علما اما روش هم دارد روش داره اصول داره که کسی که میاد در این عرصه فعالیت میکنه انسان ها را نصیحت میکنن از اون اصول و روش ها استفاده بکنن تا تلاششون نصیحت کردنشون منتج به نتیجه مثبت شود و عواقب بد و منفی را به دنبال خود نداشته باشد نصیحت از روش حکیمانه او روش حکیمانه یک بحث مستقل است که از چه روش ها استفاده بکنه روش هایی که معمولا رسول الله علیه از او بهره گرفته است استفاده کرده است روش هایی که سبب برای اصلاح جان مقابل شود نه که او باز در برابر تو زدیت بگیرد اناد بگیرد عکس منفی نشان بدهد یا همه به معروف نهی از منکر تو وسیله برای برپار شدن بحران و کشمکش و نزاع صورت بگیرد تنفر اجتماعی رو به وجود بیاورد نه از روش های حکیمانه ای که اسلام روش ترکیز میکند بیان کرده از او استفاده صورت بگیرد پس یکی دیگر از اون که نظام اجتماعی اسلام روش بحث کرده است یکی از ویژگی هاش است نمی بحث تکافل اجتماعی است اما مصیبتی که با در جامعه اسلامی در کشورهای اسلامی شاهدش هستیم چنین چیزی وجود نداره مثلا تکافل اجتماعی بسیار در بخش مادیش بسیار به شکل ندرت دیده میشه هیچ بی احساسی که ما در برابر یک دیگر داریم مدار باشه و خودرت مدار باشه نسبت به عامه مردم اما در دنیا اروپا شما میبینید که در غرب وقتی که یک خانواده فقیر میره چند رو تمویل میکنن کمک میکنن اما چنین چیزی در کشورهای اسلامی وجود نداره با تاسف چیزی که در زمان حضرت عمر ابن عبدالعزیز وجود داشت اما در جامعه ما وجود نداره که بیت سروت مدارا و قدرت مدارایی که امکانات به دستشون است خانواده های فقیر بیچاره را برای همه زیر پوشش همکاری های مادی خود قرار بدن تماس داریم خواهرم ماهرو از کابل بله بله خواهر عزیز بفرمایید بله سلام علیکم و سلام و رحمت الله درسته بله بفرمایم مشنم و باستانه دارم بله درسته در نجد نماز وقتی که کسی یک آدم ظالم دعا کنه ظلم نکنه او قبول میشه یعنی دعاش قبول میشه نشه مظلوم برای ظالم دعا بکنه سلامت بخیر بشه دیگه گفتنی که نداره خواهر عزیز خواهر ما اینا تماس داشتن ما رو که دعا برای ظالم کردن میگه یک نقطه را عرض میکنم خواهر از این اول که دعای هدایت انسان براشون بکنه کسی که ظالم است ظلم میکنه دعا بکنیم الله مطال اونا رو هدایت بکنه تا از ظلم و ستم دست بردار شوند اصلاح شون به مردم آسیب نرسانن مردم مورد اذیت از و آزار قرار ندن دعای خیر براشون صورت بگیره که اینا هدایت شن تا آخرتشون هم نیکو شود اگر باز اصلاح نشدن باز واضح است که بحث قبولیت دعا هست حدیث از پیغمبر خداست به بترس از دعای مظلوم که بین دعای مظلوم و بین الله و بین او طرف قبول شدنش از طرف پروردگار پرده نیست حجاب نیست یعنی معنیش است که زودتر دعای مظلوم در حق ظالم پذیرفته می شد. وقتی که مظلومان دعای مخلصانه برای ظالمان داشته باشند دعاشون قبول می شود حدیث چون حدیث پیغمبر علیه السلام است که شما میگه اتقوا دعوت المظلوم بهتر دعای شخص مظلوم میگه چون بین خودش و بین پذیرش دعایش از طرف پروردگار حجاب پرده وجود ندارد بدون شک دعا قبول میشد اما ای که یا دیر یا زود اون بس بس مطرح است که میشه دعا زودتر قبول شود و از ظالم زودتر از بین برد میشه کمی دیرتر چون گای ظالم هم وسیله برای آزمایش انسان قرار میگیرد که انسان توسط شخص ظالم مورد آزمون قرار میگیرد میشه دعایش هم همونطور به تاخیر بیفتد که تعامل مزنون با ظالم چگونه خواهد شد یا میشه که شخص ظالم با گذشت زمان پشیمان شود ندامت بکشه و اصلاح شود و دست از ظلم و ستم بردارد اما دعا پذیرفته میشن قبول میشن بس تکافل اجتماعی را یاد داشتم یاد کردم که تکافل اجتماعی در بخش مادیش یکی از موضوعات است که اسلام روی تاکید داره زمان حضرت عمر بن خطاب وقتی که می میبینه که شخص اهل کتاب گدایی دارد اما دستش هم میگیره خودش در پشت خود آرد میبره به خونش پایین میکنه و ماهوار از بیت المال برش مقدار پول تعیین میکنه که برش رسانده شد تا و وسیله برای امرار معیشتش قرار بگیره مشکلات زندگیش مرفوع شود تکافل اجتماعی در بخش مادی شمیز و بخش معنویش کنم نصیحت کردن است و سو خیر برای مردم رساندن است همین که من اینجا موضوعات برای شما میگم یعنی در واقع تکافل اجتماعی بخش معنویش است که موضوعات برای دیگران بیان میشن تا با استفاده از او بتونن که زندگی خود درست مطابق موضوع دینی سر سامان ببخشن نقطه دیگری که در جامعه اسلامی مطرح است که نظام اجتماعی اسلام روی از او ترکیز دارد تاکید دارد و باید وجود داشته باشن بس خیر موضوع مهم است موضوع تعامل با یک دیگر اما تعامل مهربانانه که به بنامه ترحم یاد میکنیم ترحم نسبت به یک دیگر رفتار نرم رفق با نرمش با یک دیگر هم در واقع در جامعه اسلامی وجود باید داشته باشه که مسلمانان با یک دیگرشون چه در حوزه تجارت باشه چه در قضایه سیاسی باشه چه در موضوعات اجتماعی باشه در همه عرصه ها تعاملشون با یک دیگر نرم باشد با ترحم باشه با شفقت باشه با خشونت نی با تنروی نی با زشتی نی با لطکوب فشار نی بلکه با لطف شیرین تعامل صورت بگیرد و ایده ای, صورت است که هم با این رفتار مهربانانه همه طیف های یک جامعه اسلامی به هم گریه می خورن کنار یکدیگر، قرار می و محبت انسانی اسلامی در بینشون شکل می گرد. و می خاطر است که پیغمبر علیه الصلاه با تعبیرهای مختلف در موارد مختلف پیروانش را فرا خونده است دعوت کرده است برایشون گوش زد کرده است که مهربان باشند نسبت به یک شفقت داشته باشن قوم، زمت و زبان و قدرت و منافع سیاسی سبب بر از نشود که ما رفتار با خشونت و تند برابر یک دیگر داشته باشیم حدیث پیغمبر خدا میست که ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السما به کسی که در روی زمین است رحم بکنین شفقت بکنین عطوفت داشته باشین یا با حدیث دیگری از پیغمبر خداست که الله. کسی که بر انسان ها رحم نکند الله به او رحم نمیکنه از رحم الله از لطف و شفقت الله او انسان محروم قرار میگیرد یا بحث رفق با نرمین با نرمی و با نرمش برخورد کردن نه با خشونت ان الله رفیق و یحب و رفق الله مهربان است مهربانی و نرمش رفق دوست دارد که در بین انسان ها در بین پیروانش وجود داشته باشند یو خودش برای ما درس میدن که در جامعه اسلامی که ما زندگی میکنیم در همه بخش های زندگی ما، در تعاملاتی که با هم می داشته باشیم تعاملات با مبنای رفق و نرمی باشه خشونت در زبان ما وجود نداشته باشه، خشونت در رفتار ما وجود نداشته باشه خشونت در فیصله ها و داوری های ما وجود نداشته باشد در همه موضوعات مهربانانه ما رفتار بکنیم این اصل دیگری است که در جامعه اسلامی باید وجود داشته باشد که در این قسمت هم امروز کشورهای اسلامی مشکل خود دارن نسبت به کشورهایی که غیر اسلامی هستند. اونجا تعامل با تعامل در کشور اسلامی بر اساس نیمی کلمه رفق و ترحم خیر تفاوت داره اونجا رفق و نرمش هست اما متاسفانه در کشورهای اسلامی کمتر دیده میشه این موضوع به شکل که اسلام روش تاکید کرده است و باید وجود داشته باشه دیده نمیشد وقت برنامه ما تمام شد ما اکتفا میکنیم الله متعال یار مددگارتون باشد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته